بزرگان شاهنشاه کبیر خود عهدی بندیم و پیمان جاودانه خود را با او تکرار میکنیم که شهاب شهریار را بیفتار کردند به دام آفریننده جان کردند که تا جان در تن و روح به جسم و مرد جاودانیان آریامه شاه ایران است. شهریارا اگر پوشیده گردد استخوانم اگر زنده هدست جان فراموش جاوید شاه. با درود خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو شهیاد، با برنامه دیگر همراه با سهیل عزیز در خدمت شما هستیم. جناب ملکپور بسیار خوش آمدید. من درود میفرستم خدمت شما و یکایک همیهنان عزیزم، خصوصا شنوندگان عزیز رادیو شهیاد آریامر، و مطابق معمول عرض سپاس دارم از مهر یکایک شما همیهنان نازنین، هستم در خدمتتون. بسیار سپاسگزارم خدمت از ماست. سهیل جان چند تا سواله، من اینا رو سعی میکنم یک جا ازت بپرسم که دوستان فرستادن این سوالا رو. بعد یه انتقادی هم از من شده بود چون تو یکی دوتا از برنامه‌های قبلی وسط صحبتات اومده بودم، بهم تذکر دادن که وسط صحبت شما نپرم. به خاطر همین این سوالا رو میپرسم دیگه، برنامه یک جا بیاد دست شما جوابا رو بده که دیگه من وسط صحبتت نیام. خیلی ممنون میشم ازت. سوال اول در مورد درگذشت آقای مانوک خدابخشیانه، در این مورد اگر صحبتی داری انجام بده، و همچنین در مورد دختر آبی میخواستیم اگر چنانچه شد توضیحی بدیم. ممنون میشم ازت. بله، طبق معمول هفته پر خبر بد داشتیم و مسلماً خبر اول بد از دست رفتن کدبان خردمند آقای مانوک خدابخشیان عزیز بود، و خبر بد دوم خب از دست رفتن سحر نازنین، دختر تاج ایران. من اسمش رو براش گذاشتم برای خودم حالا البته، و هر دو خبر مسلماً خیلی همه ما رو متأثر کرد. آقای مانوک خدابخشیان یکی از صفات خیلی خوبی که داشت از دیدگاه من، حتی اگر زاویه های هم بعضا افراد با یک سری از تفکرات ایشون داشتن، ولی شخصیتی بود قابل احترام همه، و خب مسلماً همه جامعه ایران خیلی از دست رفتن ایشون دچار غم شدن، و حقیقتاً همه ما متاثر شدیم از این اتفاق ناگوار. بوجودتون عرض کنم که یکی از صفات بارزی که ایشون داشت و برای من خیلی جذاب بود، حالا صرف نظر از اینکه شاید در بعضی از تفکرات ایشون خب با ایشون زاویه داشتم و خب اینم طبیعی است، میتونم بگم خب 90% تفکرات ما خب یکسان بود، و خب شاید تو 10%ش، یا واقعا بگم تو 5%ش و 95% میتونم اینجوری خیلی قشنگتره و حقیقی تره، حقیقتا شاید تو 5% تفکرشون خب من زاویه داشتم، من گونه دیگری میاندیشم.
که اونم میتونم بگم خب من هیچ امیدی با آقای ترامپ هیچ وقت نداشتم و برای من ایشون ترامپ شیردل هیچ وقت نبود، فقط در اون قضیه که خب من یه مقداری زاویه داشتم و حقیقتا میدونستم که آبی از این آدم گرم نخواهد شد و اساسا پیرو تمام جلساتی که داشتم بنده به هیچ عنوان معتقد نیستم که حتی امیدی باید داشته باشیم که بیگانه بخواد برای ما آبی گرم بکنه. بریم. ولی آقای خدابخشیان یکی از صفات بارزی که داشت این بود که بسیار زیبا اون روحیه مثبتی که خب خیلی از دوستانم خیلی بهش اشاره داشتم که خب اون سری قبلی هم عرض کردم میبایست باشه، خب من معتقدم اول باید واقع بینی باشه و به قول معروف راهکار درست باشه و لوجستیک باشه، امکانات لوجستیکی باشه برای رسیدن به یک هدف غایی و مسلماً کاتالیزور این عوامل روحیه مثبت و دادن انرژی مثبتی که خب بدون شک زیبا و قابل ستایشه. و آقای مانوک خدابخشیان یک شاهکار بود برای این قضیه، یعنی شما هر دفعه که برنامه ایشون رو میدیدی اون هیجان و روحیه‌ای که به حقیقت به زودی به آینده روشن خواهیم رسید و این خیلی زیبا بود و حقیقتا الان فقدانشون حس میشه. بعضا واقعا باورت نمیشه اشکان جان، پیرو سوالت میخوام بگم که آیا این شایعه درست هست یا نیست. من به قطعیت مطمئن هستم که جمهوری اسلامی از فوت ایشون خیلی خوشحال شد، ولی از اینی که رأساً اقدامی کرده باشن برای از بین رفتن ایشون، چون اساساً معتقد هستم که تا یه چیزی رو قطعی ندونم من هیچ وقت عنوان نمی کنم، من حقیقتاً نمیتونم این رو تایید بکنم. میتونه باشه، بدون شک میتونه باشه، هر مهره‌ای که بتونه در ایران دچار هیجان مثبت به سمت سرنگونی ببره و یا از نظر علمی و یا به هر عنوانی، خب مسلماً برای حاکمیت و خطرناکه. واقعا مانی که خدابخشیان به واقع ساطع کننده یک انرژی مثبت مبارزاتی بود برای جوانای ایران که ایشون به زیبایی نسشی که پاسارگادی این جوانها رو میخوند بود و مسلماً جمهوری اسلامی از فوت ایشون بسیار خوشحاله. ولی از اینی که رأساً اقدام به این کار کردن، همونطور که عرض کردم من اطلاعی ندارم. خب مسئله ایست که فکر میکنم که خانواده آقای خدابخشیان باید اعلام بکنن که آیا مرگ ایشون مشکوک بوده و یا اینکه شوربختانه باز هم نظام وقت شانس آورد و یکی از افرادی از دست رفت که روحیه مثبتی میداد به مخالفان حاکمین وقت. به هر روی ایشون از بین ما رفت و فقدانش همه ما رو متاثر کرد. روان پاکش شاد، یادش تا ابد گرامی. من فقط میتونم در انتها یک شادباشی رو به روان پاک ایشون بدم که ایشون اولین شخصیت مطرحی در جامعه ایران بود که همون اندازه‌ای که ملت ایران برای مرگ ایشون ابراز احساسات کردن، در زمان زنده بودنش هم همون اندازه بهش احترام گذاشتن. من به حقیقت اولین شخصیتی بود که در زندگیم دیدم و این میتونم بگم که
یکی از نکات مثبتی بود که مانوک خدابخشیان برای خودش ثبت کرد، روانش شد. و اما در مورد دختر تاج ایران سحر نازنین، باور بفرمایید من از موقعی که این خبر رو خوندم مریض شدم. حقیقتا بسیار دردمند شدم برای مملکتمون، برای جامعهمون که به چه روز فلاکتی افتاده. البته خب 40 سال ما شاهد این فجایع رقتبار هستیم. به حقیقت 40 سال ما شاهد این زن ستیزی های تهوع‌آور هستیم و به طرق مختلف این اتفاق رو دیدیم که چگونه چه بلاهایی به سر نازنین دختران ما میارن. برای رأی گیری و انتخابات رو نمیدونم، عرضم به خدمتون که سیاه بازی هایی که دارن همون دختران رو میارن در همون استادیوم ها، ولی برای باز تماشای یک فوتبال باید اینگونه تحقیر بشن و به حقیقت شرم باد بر اونهایی که انگشتشون رو رفتن بنفش کردن و هر 4 سال به 4 سال به این حماقت رفتن تایید کردن. شرم باد بر اون سلبریتی ها و بر اون افرادی رو که اومدن با افتخار تایید کردن و تمدید کردن این حکومت ضد زن و ضد انسان رو که در این حد تحجر ایران رو پایین آورد، که البته مأموریتش هم همین بود، همینطور که در برنامه وصیت‌نامه چرچیل به عرضتون رسوندم که یکی از بندهای وصیت چرچیل بود که ملتی که به بند میخوای بکشی چنان باید بدیهیات زندگی رو ازشون بگیری و تو سرشون بزنی که در مواقع ضروری که اگر صداشون در اومد با دادن اون یک مقداری از اون بدیهیات احساس خوشبختی کاذب بهشون بدی. که این جریانات که میبینید حجاب و این حالا جریاناتی که هست، خب به کرات راجبش صحبت کردیم، و مثلا فرض بفرمایید که راه ندادن خانوم ها به استادیوم دقیقا پیرو همون جریان داره پیش میره، برای روزی که بخوان آزاد کنن و این احساس خوشبختی کاذب رو بدن و مردم رو سر جاشون بنشونن. ولی در این مسیری که دارن میرن برای اون روز قربانی میگیرن، قربانی های همچون سحر نازنین. بسیار دردمند شدم از این اتفاق ناگوار. امیدوار هستم که مردان ما مرد باشن و تا زمانی که داد این دختر آبی ایران، داد این دختر تاج ایران رو نستانن، پا به اون استادیوم نگذارن. اون استادیوم اسمش آریا مهر بود، استادیومی که بزرگ مردی بنا کرد که دختر و پسر ایران در اون به تندرستی برسن. امیدوار هستم که خودم به عنوان یک آبی، من خودم به عنوان یک تاجی، امیدوار هستم که تاجیای عزیز این سحر نازنین رو به عنوان جان باخته تیممون بدونن و براش ارزش قائل باشن و به احترامش دیگه پا توی استادیوم نذارن. خب مسلماً پرسپولیسی‌های عزیز و اساساً تمام مردان در هوادار هر تیمی، امیدوار هستم که این غیبه، این غیرت بیان و تا گرفته نشدن حق این نازنین کسی پاشو در اون استادیوم نذاره. به واقع دردناک بود و از اعماق وجودم به بازماندگان این نازنین و ملت ایران تسلیت میگم. ممنونم از شما سوهل جان. سوال بعدی رو میخواستم ازت بکنم و این در مورد 13 آبانه.
در مورد اشغال سفارت آمریکا یا به قول خودشونی ها چی میگفتن، لانه جاسوسی. این اتفاق افتاد و اصلا تاریخ ایران رو دگرگون کرد. بعد از اون اتفاق 57، این یکی از بزرگترین مشکلاتی میشه گفت بود یا بزرگترین اتفاقی بود که برای کشور ما افتاد، که تا همین امروز تمام مسائل ایران رو تحت شعاع خودش قرار داده. در این مورد اگه میتونی یه توضیح بده ممنون میشم. در مورد پرسشی که مطرح کردی اشکان عزیز، باز هم چندین جلسه گذشته رو باید در پاسخ و تشریح این ماجرا در این برنامه مستتر کنیم. داستان 13 آبان از دیدگاه من نمایش بزرگ سفارت آمریکا یا همون تسخیر سفارت آمریکا دقیقاً برمیگرده به همون قانون ازداد که در برنامه مصدق به تفسیر توضیح دادیم، در برنامه گاندی سازی که چه بود. حالا یک تکراری میکنیم. یکی از سیاست‌های بزرگی که دنیای استعمار پیاده کرد در مناطق ما، استعمار کشور و به قول معروف چی میگن، به زنجیر کشیدن یک کشور با شعار ضدیت به آنها، یکی از زیرکانه ترین سیاست ها بود که بهش میگن قانون ازداد. وقتی که شما یک کشوری رو با ژست مخالف خودت به استعمار میگیری، یک، هر جنایتی که تو مملکت میکنی برای اینکه بتونی هستیشون رو به غارت ببری، هیچ کس به نام تو نمینویسه، به صرف اینی که اونا دارن شعار به ضد تو میدن، اونا مثلا ایدئولوژیشون در دشمنی با توه، حالا نوکر خودتن، غلام خودتن، اربابشونی، به دستور تو دارن کار میکنن. اما هم افراد کشور خودت و هم اون ملتی که داره بهشون ستم میشه، نه تنها اون جنایت رو به پای تو نمینویسن، بلکه برای آزادیشون هم تازه به التماس تو میافتن، چون به ظاهر این جنایتکاره دشمن توه و تو میشی دوست اونها. ببینید چقدر زیرکانه رو ایران کار کردن، چقدر زیرکانه. باز هم خطاب به دوستان عزیزی که دست به دامن عالی جناب ترامپ شده بودن و یا در تمام این 40 سال در انتخابات ریاست جمهوری امریکا تا صبح سفره ابوالفضل پهن کرده بودیم، قربانی این سیاست ازداد بودین دوستان. سفره ابوالفضل نصب کرده بود، دید برای همون کسی که دستور داده بود این بلاها رو به سرتون بیارن و اون کسی که این بلاها رو به سرتون در داخل میاره نوکر همین هاست. دوستان عزیزی که منتظر نشستین با یک دونه حرف ترامپ شیرینی پخش میکنین یا جورج بوش یا نمیدونم ایکس و ایگرگ، به این میگن قانون ازداد. وقتی در خصوص سیاست هایی رو که به ایران اعمال میکنم دولت های استعماری، هر دفعه که تحقیقی میکنم یا فکری میکنم یا گفتگوی در خصوصش داریم، به حقیقت تو اعماق استخونم به درد میاد که چگونه تمامی سیاست های استعماری رو در این کشور ما پیاده کردن، تمامی جنگ های روانی رو پیاده کردن، هر اون چی که در چنت داشتن پیاده کردن، چرا که ایران گنج بر دنیاست. ایران همون کشوری است که اعراب بهش میگفتن فردوس، که تعریف بهشتشون دقیقا ایران بود. ایران همون کشوری که امپراتوری روم
هیچ آرزویی نداشت جز از بین بردن و تسخیرش به سرقت هر آنچه که داشت، که این کارو کردن در نبرد قادسیه. چه به امروز که دشمنان ایران و سارقین بین المللی که حتی با همدیگه در درگیری و رقابت و حتی جنگ بودن، برای تسخیر ایران با هم ائتلاف کردن و 40 سال دستشون تو دست یک دیگه است. مملکت ما یک جنجه، فقط خودمون خبر نداریم و شل انقدر شل دادیم که اینا هر کاری دلشون میخواد میکنن. در عین اینی که قدرتمند هستند کسانی که ایران رو به استعمار گرفتن، در همون اندازه هم اگر با سری قبل در خصوصش صحبت کردیم، مردم ما برسن به اینی که چرا این همه خرج میکنن که ملت ما یکی نشه، با هم متحد نشن، به این نتیجه خواهیم رسید. پس از چیزی که در خصوصش دارن خرج میکنن میترسن، چون اگر ما ملت ایران یکی بشیم و ما ملت ایران دست در دست هم دیگه بدیم، تمامی این قدرت ها رو میتونیم سر جاشون بشونیم و صاحب مملکت اون بشیم. امیدوار هستم که به واقع به این حقیقت برسیم که میتونیم، وقتی که بشینیم فکر بکنیم که چرا طرف برای اینکه ما رو منحرف کنه خرج میکنه، 2 خرداد درست میکنه، خرج میکنه جنبش سبز درست میکنه، خرج میکنه تجزیه طلب درست میکنه، خرج میکنه تاریخ سازی های جعلی درست میکنه و به مناطقی که میخوان تکه تکه کنن حق نمیکنه که ما با هم یکی نشیم، خرج میکنه داعش درست میکنه که وحشتی بزرگتر پشت مرز بذاره. خب از چی داره میترسه که خرج میکنه؟ از اتحاد ما ملت. پس در عین اینکه در ظاهر سخت به نظر میاد جنگیدن با دنیای قدرت، ولی وقتی که بشینیم اینا رو بغل هم دیگه بذاریم و مقداری روش تأمل بکنیم که چرا انقدر خرج میکنه، برای اینکه میدونه اگر ما ملت یکی بشیم هیچ کدومشون نمیتونن مملکت ما رو به دست بگیرن و ما میتونیم صاحب مملکتمون بشیم. امیدوارم که به این مهم برسیم. دوباره از بحث دور نشم. خب داشتیم راجع به قانون ازداد صحبت میکردیم. در زمانی که شاهنشاه آریامهر و اساساً خاندان کبیر پهلوی شعار ندادن، عمل کردن مبارزه با استعمار شرق و غرب و وسط و هر آنجا که هست و به واقع شعار نه شرقی نه غربی رو عمل میکردن و در راستای یک کشور مستقل، شاهنشاهی مستقل و قوی داشتن حرکت میکردن و سیستم مملکت و ایدئولوژی حکومتشون استقلال حقیقی ایران و بروندن پای هر بیگانه ای از سیاست ایران بود، به این صرافت افتادن که میبایست این مملکت رو با تمامی دسیسه هایی رو که از چرچیل و یا از گذشتگانشون به ارث برده بودن و راهکارهایی رو که در این جلساتی که دارن روش کار میکنن، جنگ های روانی، استفاده بکنن. و امروز در خصوص اون قانون ازدادشون میایم صحبت میکنیم که بر ایران در سال 57 مجددن پروژش رو کلید زدن و در پارالل، یعنی به موازات اون، شروع کردن افراد خودشون رو ساختن با شعار ضد خودشون که بتونن قانون ازداد رو در ایران اجرا بکنن. یعنی عوامل خودشون رو در ایران بگذارن، چون حاکمیت پهلوی داشت به واقع باهاشون می جنگید و پاشون رو می برید
و جلوی استعمار و لفت و لیستشون رو داشت میگرفت، برای همه خطرناک بود براشون. اول اومدن تخریب چهرش کردن به اون صورت که بتونن قانون ازداد رو اجرا بکنن، و بعد نوکران خودشون رو با ماسک و شعار ضدیت با ما سپورت کردن و حقیقتا به کشور ما با اون فتنه 57 گسیل داشتن. همونطور که عرض کردم خدمتون، این سیاست به قدری مزورانه و پاسخگو بود براشون که هنوز ما باهاش درگیریم. هنوز عده اینا در جوانای ما واقعا فکر میکنن که اینا در داخل ایرانن، دشمن آمریکا و دشمن ارزم بگه حضورتون انگلستان و دشمن فلان و دشمن بیسارن. خیر خیر عزیزان، وقتی بشینید به حقیقت آنالیز بکنید وجود این حکومت رو که چقدر به نفع این دولت هایی بوده که اینا مرگ برگ میکنن و پا پرچمشون رو نمیدونم میدازن زیر پاشون، واقعا میفهمین که این خبرها نیست و این قانون ازداد بهتون ثابت میشه که اصلا این جریانات فقط و فقط برای اینی که من و تو ایرانی و اون ملت آزاد به اندیشی که در خود امریکا، در خود انگلستان، در خود حتی روسیه هستن، اونها هم مثل من و تو بر این فریب باشند که آمریکا و انگلستان و نمیدونم ایکس و ایرک نقشی در این جنایات ندارن که هیچ، بلکه مخالف این جنایتکاران هستند، بلکه به واقع دشمن اینها هستند، چون اونا دارن به اینا فوش میدن، پرچمشون رو آتیش میزنن، هم اینگونه از این ماجرا سود میگیرن و خودشون رو به عنوان حامی حقوق بشر رو خیلی ناراحت از این ماجراها نشون میدن، هم مطلب دومش ما ملت بخت برگشته به روزی میافتیم که برای نجات خودمون هم دست به دامن همین دستور دهندگان بشیم و بشینیم هیچ حرکتی نکنیم که اینا میان ما رو نجات بدن، که برای همین شد 40 سال. دوستان عزیز 400 سال دیگه هم همینه. حالا باز دوستان عزیزی بیان بگن تو داری دل سرد میکنی، خیر، باید چراغ مغز روشن بشه که بعد میتونیم دلگرم بشیم. این قانون ازداد رو اگه بپذیریم که در ایران به وجود اومده و کسانی که اون تو هستن دارن دقیقاً دستورات همینها رو اجرا میکنن و اونا چقدر براشون خرج میکنن، حتی از اعتبارشون خرج میکنن که تو رو بتونن فریبت بدن، دیگه از این بازی هایی که امروز در خلیج فارس شد و پهپاد و نفکشینا دیگه بالاتر، که حتی اعتبار خودش رو آورد پایین که بتونه کاور ناسیونالیستی بکشه رو همون نوکر خودش، چون که ناسیونالیستی که تو دنبالش هستی رو بکشه رو نوکر خودت که تو همونجا بمونی و صدا در نیاد. وقت نشستین اینا آزادتون کنن؟ چون واقعا باور ندارید که به قانون ازداد گرفتار این حاکمیت شدین. همیهنان عزیز، نازنین من، دوستان عزیزی که به حقیقت شب تا صبح نشستین چشم به دهان ترامپ و جان بولتون و نمیدونم اون یکی مال انگلستان، همین الان اسمش یادم رفت، ایکس و ایگرگ و فلان این حرفا شدین، اگر بپذیرین که و به واقع روی این عرایض بنده برین خودتون تحقیق کنین، بنده به هیچ عنوان هیچ وقت نمیام بگم که آقا هر کی حرف منو قبول نداره، نمیدونم مثل حالا یه عده دوستان که میگه هر کی حرف منو قبول نداره دور از شنگو سالست، نمیدونم خیر یا قاطره، یعنی از این متاسفانه الفاظی که تا به حال میشنیم، خیر، بنده از همه دوستان خواهش میکنم برین روش تحقیق کنیم، برین کتاب پیروزی تاریخی نوشته چاپ سنگر رو بخونید. این کتاب تمامی نبردهای شاهنشاه آریامهر رو با تمام همین کشورها به رشته تحریر درآورده. یا امروز دیگه کار خیلی ساده تر شده، اگر کسی به دنبال کتاب خوندن نیست در یوتیوب برین دقیقاً جلساتی که شاهنشاه داره با اینها میجنگه رو ببینید، بعد متوجه میشید که اونها بودن، همه شون بودن،
حزب فلان و حزب بیسارشون نبود، همشون بودن. چون مسئله منافع کشوریشون بوده. درسته حزب دموکرات پیاده کرد و حزب دموکرات تا به حالم نگه، حزب جمهوری خواه هم بالاخره منافع آمریکا رو داره فکر میکنه و به هیچ عنوان حاضر نمیشه که منافع آمریکا رو بخواد به خطر بندازه به خاطر حالا مثلا رقابتی که با حزب دموکرات داره. مگه همین دوتا حزبی که در ایران هستن، اصلاح طلب و اصولگرا، در زمانی که منافع کلانشون به مطرح بیاد به تو ثابت نمیشه که جفتشون یکی هن؟ اونا هم همین هن، اونا الگو و ارباب همین هن. دوستان عزیز، این خبرها نیست. اونا قرار نیست ما رو نجات بدن، قرارم نبوده. همین الان دیدین که قشنگ ما از روز اول میگفتیم. من یادم اولین باری که اومدم، اگه خاطرت باشه اشکان جون، در مورد ترامپ گفتم که آقا آخه این چه داستانیه. اون موقع یادم 50 تا مسیج برا من اومد که آقای ملک با اینو نگین، نمیدونم ترامپ گفته فلان، ترامپ قطعا این کارو میکنه. دیدین که یواش یواش قشنگ اومد و دیگه الان حتی اون مشاورینش هم که تند بودن با جمهوری اسلامی رو داره برمی‌داره. واسه اساسا با اون مسخره بازی تو خلیج فارس که دیگه فکر میکنم دیگه برای همگان دیگه ثابت شد که داستانا نیست. باز هم تکرار میکنم این یه جمله دیگر رو، هیچ گونه توقعی من از اینها ندارم. چرا که دنیای سیاست همینه، دنیای سیاست همینه. ما حق نداریم اینا که دارم میگم، نه اینکه الان فقط بیایم بشینیم بگیم ای الهی بمیرین، الهی جز جیگر بزنن، الهی نمیدونم فلان. خیر، بازی سیاست و منافع کشورها همینه. گر راحت جهان طلبی، بر خود قوی دار که ضعیف پایمال است. این مثالم میدونم حالتون به هم خورد چون 40 بار زدم، ولی هر بار باید اینو گفت. بازی سیاست هیچ ربطی نداره با مسائل زندگی عادی. قوی ضعیف رو میخوره، اگه نمیخوای خوردشی باید قویشی. هیچ راه سومی وجود نداره، یا باید تو سرت بزنن یا باید تو سری بزنی، خودتو قوی کنی که جلوی یارو وایسی. هیچ راهی نیست. ولی این داستان امید بستن به کسانی که خودشون اساساً اصل ماجرای این بلاهایی که به سر شما داره میاد، به سر هممون داره میاد، این به واقع دیگه زشته. بعد از 40 سال، بعد از 40 سالی که دیگه چند بار باید ثابت بشه که اینها دستشانده همونهان، از هواپیمایی که فرستادن با ایر فرانس آوردن، خلبانهای CIA با US Air Force که اسکورتش میکردن تا خود تهران و حتی رفته بودن شاهنشاه رو در پاناما بگیرن بیارن پاریس تحویل قطب‌زاده و همین همایون رو نمیدونم ایکس و ایگرگ بدن که بکنن تو قفس بیارن بکشنش، از همین درهایی رو که باز کردن در اروپا، آلمان و فرانسه و اتریش و همه جا با فول امکانات که حضرات از تهران تشریف بیارن اینجا، همه رو سر ببرن و قشنگ سر ببرن و برگردن. بعد الان هم نشستیم که این دنیا ما رو نجات بده. خیر عزیزان، قانون ازداد در ایران پیاده شد و اینهایی که در ایران حاکم هستن دست نشانده همین هان با شعار ضد اینها که بتونن به راحتی بدون درد و خونریزی تا ابد ایران رو تخلیه کنن. چرا که همینجور که برای بار سوم عرض کردم، در این شرایط تو من و تو ایرانی فکر میکنیم آمریکا و انگلیس و ایکس و ایگرگ دوستمان، چون اینا دارن به اونا فوش میدن و اونا هم هر از گاهی هی میان چهار تا سخنرانی میکنن که امروز فلانشو میکنیم بیسارشو میکنیم. من و تو چی کار میکنیم اون وقت؟ من و تو میشینیم دلگرم میشیم که اینا بابا قدرتمندا، ترامپ اومده اینو گفته، اون یکی اومده اینو گفته، جان بولتون اونو گفته، بوریس جانسون اینو گفته، خب میان الان عوضش میکنن دیگه، اینا با این دشمنن. در نهایت چی میشه؟ من و تو میشینیم زیر همون لحافمون، تکون نمیخوریم، اونم میشینه به ریشمون میخنده.
خیلی ساده دارم اینو عرض میکنم خدمتون، این واقعیت ماجراست. این قانون ازداد یکی از موفق ترین راهکارهای استعماری کشور ثروتمندی به نام ایران بوده. چون 40 سال، چون ما 40 سال نشستیم، چون اینا به ارباباشون داشتن مثلا فوش میدادن، ما گفتیم اونا میام ما نجات میدن دیگه، ما هم نشستیم گفتیم ولش که ما تخممونو میشکنیم دیگه. و در مجامع بین الملل هم اونا نقش معصوم و الیه رو بازی میکنن که آقا این جنایتکارو میبینین که دشمن ما، ما با اینا مخالفیم، ما حامی حقوق بشریم، ما برای حتی حق حقوق سگ میایم خیابونا تظاهرات میکنیم. البته خب این ربطی نیست که بنده ضد سگ باشم، خب دارم چیز دیگه ایره منظور. و حالا جریان تسخیر سفارت آمریکا در سال 58، زمانی که شاهنشاه خردمند ما به حقیقت و دیپلماتیک با دنیای استعمار داشت می جنگید، جنگ حقیقی عرض کردم، نه این سیابازی های احمقانه، داشت پای اونها رو می برید، حتی از منطقه می برید، ولی لزومی به فحاشی نمی دید چون داشت دیپلماتیک می جنگید، ولی کشوراشون می رفت، اونها می اومدن، به اصطلاح احترامات بود و همه چی به یک ظاهر حقیقتا مدرن و شیکی داشت برخورد می شد. اینها برای اینکه بتونن برای جنایتی که می خوان به ایران بکنن و پلان وحشتناکی که برای ایران دارن در انتقام از اون حاکمیت ایران و ناسیونالیزم ایرانی، در حقیقت حاکمیت ایران همون ناسیونالیزم ایرانی بود که در مقابل استعمار ایستاده بود و برای انتقام و از به قول معروف ریشه زدنش اهریمنانه ترین پلان رو چیده بودن، خونبارترین پلان رو چیده بودن، برای بستن دهن دنیا، چون به زودی این جنایت، این اوج توحش به چشم دنیا میرفت دیگه، اون انتقام کثیف رو خب دنیا میدید، برای همین باید این سیاست ازداد رو اجرا میکردن که به اصطلاح همه دنیا فکر بکنن، حتی مردم خودشون بر این فریب برن که این کار دولتشون نیست و دولتشون مخالفه این جریاناته. این سناریو رو کلید زدن که دقیقاً با همین این مسئله بتونن از همون ابتدا که دستورات رو داده بودن به قتل عام وحشیانه سران نظام شاهنشاهی پهلوی، یعنی سران ناسیونالیسم ایرانی، خودشون رو مبرا بکنن از این جنایت و حتی جست دشمن این جنایت رو بگیرن. از ازهان فراموش بشه جیمی کارتر که دیگه رسمن روح الله خمینی رو سپورت میکرد، فراموش بشه هواپیماهای CIA که اسکورت میکرد هواپیماهای خمینی رو تا خود تهران، فراموش بشه دوریان مگری و 5 افسر CIA که تا سالها در جماران بودن و در نفلوشاتو پلان ها رو میدادن، فراموش بشه که سفیر آمریکا لیست افسران اعدامی رو به مهدی بازرگان و همسر اون جبهه به اصطلاح ملی داد که باید چه کسانی کشته بشن. قتل ها و جنایاتی که قرار بود به زودی در خیابان های ایران اتفاق بیفته، شلاق زنی ها، اسید تو صورت زنهای ایران پاچیدن که برای که بتونن ایران رو به تهجر اسلامی برگردونن که وصیت‌نامه پند دو وصیت‌نامه چرچیل رو اجرا بکنن که بدیهیات یک ملت رو ازشون بگیر و اینقدر تو سرشون بزن تا به روزی که اگر صداشون در اومد یه تیکه از اون بدیهیات رو بهشون پس بده تا احساس خوشبختی کاذب بکنن. خب برای که این پلان ها اجرا بشه و اون توحش رو با اون توحش النصر رو به رب بتونن اجرا بکنن
این سیاست نابود کردن ایران و تحت فشار گذاشتن و قتل عام و کشتار وحشیانه ملت ایران رو شدیداً احتیاج داشتن به یک نمایشی مثل تسخیر سفارت آمریکا، که این یعنی دقیقاً تسخیر سفارتی که خودش پلانیزه کرده تمام اون جنایات و دستور دهنده و رهبر اصلی این ماجرا بوده. امریکا که میگم نه فقط خود امریکا ها، انگلستان، شوروی، تمام فرانسه، تمام کشورهای به اصطلاح متحد این جامعه که بهش میگیم جامعه استعمار، همین هایی که فوش بهشون میدن، خب باید خودشون رو مبرا میکردن، چون قرار بود عرض کردم مخصوصا اون اوائلش که دوی دهه 60 رو میخواستن اجرا کنن، زنها رو میخواستن اسید تو صورتشون بپاشن، عرضم بزرگتون که تو خیابونا دار بزنن، شلاق بزنن، همه کار رو اینا بکنن. خب آمریکا باید نقش پسر خوب دنیا رو بازی کنه، دنیای غرب باید اون نقش شیک متمدن رو بازی بکنه که به هیچ عنوان موافقت با این جریانات نداره، پس باید قانون ازداد پیاده بشه. و اولین کاری که کردن همون تسخیر سفارت آمریکا بود در که اجرا کننده طرح استعمار بود در اون جریان 57، که دقیقاً با همین سیاه بازی هنوز که هنوز آمریکا پشت این نقابی که ما خودمون قربانی این جنایت هستیم و جمهوری اسلامی به هیچ عنوان ما نه تنها موافقتی با کاراشون نداریم و نقشی در کاراشون، بلکه دشمن و مخالفشون هست. اینو اولین کاری که کردن سفارت ما رو گرفتن و 444 روز افراد سفارت ما رو در گروگان گرفتن. یعنی یکی از زیباترین فیلم هایی بود که امریکا بازی کرد که هالیوودش باید بره لنگ بندازه در مقابل داستان 13 آبانشون، که قشنگ در اون زمان تونستن با این سیاه بازی کاملا در اذهان عمومی خودشون رو بکشن کنار از این ماجراهای جنایاتی که ترویزی کردن و دقیقا خودشون رو مخالف این جنایات نشون بدن، جنایاتی که دست خودشون بوده. دوستان عزیز فکر کنین ببینین وقت بعد هنوز نشستین اینا نجاتتون بدن؟ من نمیدونم عشقان جون تونستم که منظورمو برسونم یا خیر. بله به درستی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم ازت. حالا در ادامه چه اتفاقی افتاد؟ ادامه این مسئله که حالا اومدن و اونجا اون سفارت رو گرفتن، اتفاقاتی که بعدش افتاد برای اون اسنادی که در اون سفارت بود، اگر بتونی در این موردم توضیح بدی ممنون میشم ازت. مطلب بعدی رو که از اهداف قایی این سناریو بود که اتفاقا دقیقا باید این کار رو میکردن، چون سفارت آمریکا مرکز اصلی اجرای حمله وحشیانه استعمار به ایران بود، باید در این سیاه بازی 444 روز تمام اسناد این سالهای سال که آمریکایی ها گروه های مختلف رو تشکیل داده بودن و در اون سفارتخونه مرکز سرنگونی شاهنشاهی پهلوی، یعنی شاهنشاهی حقیقتاً ناسیونالیسم ایرانی، باید تمام اون اسناد خارج میشد، باید همش پاک میشد. در اون 444 روز اونایی که اون تو به اصطلاح اسیر بودن، به هیچ عنوان اولا اسیر نبودن، به اون 4 تا فیلم احمقانه اکتفا نکنید. اینها هنرپیشگانی بودن که باید این نمایش مظلوم سازی خود قاتل رو اجرا میکردن، ضمن اینکه اتفاقا در همون 444 روز اونا پشت پرده سازماندهی میکردن هنوز این حکومت جدیدی رو که آورده بودن در نقش اسیر. و سند بعدی که خدمتون عرض میکنم که دقیقا همون
برای گنده کردن این کسی که در خودشون در ایران آوردن و جو افتخار ملی به اینها دادن، همین با سیاه بازیایی که امروز در خلیج فارس کردن که مثلا اینا تو دهن آمریکا و انگلیس زدن که اون کاور ناسیونالیستی رو عرض کردن بکشن روی نوکر خودشون که بتونن مردم ایران رو باز به زیر پرچم اینا ببرن. حالا امروز که دیگه اصلاحات و مستها جواب نمیده، حالا با شعارهای ناسیونالیستی اینا رو مردم رو زیر چتر نوکرشون ببرن. همون زمان هم برای این یک تطهیر کردن خودشون از جنایتکارانی که آورده بودن و دو ایجاد جو قهرمانی کاذب به اینها، سناریوی تبس رو هم اجرا کردن. دوستان سناریوی تبس رو بریم بشینین روش مطالعه کنین، همون سیاه‌بازی‌های خلیج فارسی که امروز داریم می‌بینین اون موقع در تبس اجرا شد و همین استعمارگران همین چهار تا عملی که گذاشتن در اون مملکت که مملکت رو نابود کنن به نفع اینا، اون زمان ازشون قهرمان ساختن و مردم رو زیر چتر اونا بردن. اون موقع به جو مذهبی بود، چون مردم ایران شوربختانه رو توهمات مذهبی بودن در اون زمان که گفتن معجزه بوده، طوفان شن و فلان این حرفا. اون قول معروف اون حاکم و حاکمیت که خودشون آوردن که نوکرانشون باشه رو بهشون جو مذهبی دادن که اینها انقدر دستشانده خداست که حتی خدا براشون طوفان شن فرستاد که از حاکمیت نرن. و باز هم با اون سناریو آمریکا خودش رو بیشتر به اصطلاح دشمن و مخالف اینها نشون داد، ضمن اینکه با اون ماجرا اون موقع جو مذهبی بود، مردم ایران به دنبال همین معجزات و فلان این حرفا بودن که دیگه به اصطلاح دیگه معجزه خمینی رو دیدن که شد امام 13 که طوفان شن خدا براش فرستاد. امروز جو مذهبی تموم شده، مردم ایران دنبال افتخارات ناسیونالیستی هستن. امروز سپاه دیگه اسم اسلام رو نمیاره، امروز در خلیج فارس میان نفکشای آمریکا رو میگیرن، پهپاد آمریکا رو میزنن، آمریکا مفتاده به غلط کردن، نمیدونم از این ماجره ها. باز همون سیاست ازداد، باز همون گنده کردن نوکر خودشون، ولی امروز با کاور ناسیونالیستی. اون روز در تبس چون جو ایران مذهبی بود، جو مذهبی طوفان شنی که خداوند فرستاد، امروز در خلیج فارس با کاور ناسیونالیستی. دوستان عزیز ببینید چقدر اینها دارن بر، باز هم مجبورم تکرار کنم، چقدر دارن برای تحمیق ما خرج میکنن. بیاییم نترسیم و دست به دست هم دیگه بدیم، باور کنید که چیزی که اونا ازش میترسن به واقع برای استعمار ترسناکه و همانا همون اتحاد ما ملت ایرانه. کرد عزیز، گیلک عزیز، خوزستانی عزیز، به خداوندی خدا اونها به هیچ عنوان دلشون برای شماها نسوخته. اونا فقط میخوان که ما ملت ایران یکی نشیم، که تیک تیکمون کنن، بیچارمون کنن. و از اون بر در مجموع ملت عزیز ایران که همه به جون هم افتادیم توسط همین ها، اگر دقیقا عکس این کار رو بکنیم و فکر کنیم که آقا چقدر از اتحاد ما میترسن که این گونه برامون مایه میذارن، با همه مسائلی که خدمتون عرض کردم میتونیم صاحب مملکتون بشیم. خیلی ممنونم ازت که توضیح دادی. سهیل جان، در مورد این مسائلی که پیش اومده، خب ما دیدیم تا سوء عاشورای امسال توی کشورهایی مثل کانادا و آمریکا خیلی اتفاقا پرشور انجام شدش. حالا پرشور که میگم، نه حالا میلیونی بخوای بگی یا مثلا چند صد هزار تایی یا چند ده هزار تایی، نه، ولی نسبت به این که فکر میکردیم که از زمانی که ترامپ اومده جلوی اینجور آدم ها رو گرفته، افرادی که مال جمهوری اسلامی هن یا مال این ور و اون ورن و تند رو هستن جلوشون رو گرفته، با دیدن این صحنه ها مشخص شدش که همچی تغییری نکرده، بلکه بدتر هم شده. در مورد این مراسم سینه زنی و این چیزایی که اتفاق افتاد توی خیابون ها، آیا توضیحی داری در این موردم بدیم؟ ممنون میشم ازت. ببینید دوستان، همونطور که عرض کردم و
و میتونم بگید خودم هم بگم به کرات مزاحم وقت شما شدم و یک جملاتی رو تکرار کردم. دنیای غرب نمیخواد دوستان که نام ایرانی بر مبنای حقیقتش استوار باشه. به همین جهت هست که زمانی که با سیاست ازداد حکومت خودشون رو اووردن، مأموریت قائی این حکومت پاک کردن نام ایرانیت و جایگزین کردن ایرانیت با شیعه‌گری و یا اساساً مسئله اسلامیزه کردن فرهنگ ایران و عوض کردن همه اون چیزی رو که شاهنشاه پهلوی به جهانیان فروخت. شاهنشاه پهلوی موفق شده بود که حقیقت ایرانیان رو به جهان به نمایش بگذاره که ایرانی ها صاحب تمدن بشری هستن، برای همین هیچ کشوری در دنیا از ما ویزا نمیخواست و ما رو به عنوان کشور صاحب تمدن میدونستن و میگفتن ایران باستان، که خب به دلایلی که عرض کردم در سوال پیشین، وقتی که حاکمیتی که دست خودشون بود اووردن برای که بتونن از بین ببرن و ریشه تمام اون چیزی رو که شاه پهلوی زنده کرد از پس از ساسانیان که از بین رفته بود، حتی دستور داده بود به این عوامل خودش که نام ایران رو حتی اجازه نداشتن تنها بدون به قول معروف ذکر اسلام بیارن. یعنی اصلا عرض کردم راجب خیارشور هم در ایران بخوان صحبت کنن باید بگن خیارشور ایران اسلامی، یعنی اسم ایران رو به تنهایی به هیچ عنوان اجازه نداری بیاری در ایران، در ادارات دولتی، در نوشتارهای دولتی، در اساساً رادیو تلویزیون، ارگانها و جراید، اسم ایران رو اجازه نداری تنها بیاری. ایران اسلامی باید باشه، یعنی باید ایران باستان پاک بشه از اذهان. خب که دیگه فکر میکنم هزاران بار راجع به ماجرا صحبت کردیم، چرا که مردم ایران اصلا نباید برگردن به اصل نسب خودشون. خب برای این جریان و برای اینکه بتونن اون اعتباری که ایرانیان در خارج از کشور داشتن در زمان شاهنشاهی پهلوی، که به واقع در هر کشوری میرفتن با دماغ بالا، با افتخار، با سینه ستبر میرفتن و تن به خاری نمیدادن و همه جا به عنوان توریست، تاجر و یا دانشجو میرفتن و همه جا به عنوان یک کشور صاحب تمدن میرفتن، باید اینا از بین میبردن. برای اینکه اینا میخواستن ایرانی رو به زنجیر بکشن، ایرانی رو به قهقرا ببرن، ایرانی رو دقیقا به قول خودشون پوزش رو به خاک بمالن. جیمی کارتر یک مرتبه در مقابل پرسش یک خبرنگاری که ازش پرسید شما چه برنامه ریختین برای گستاخی های ایران، گفت پلانی براشون نوشتیم که خود من که اومدم اون چیزی رو که نوشتم مرور کنم آخرش براشون به گریه افتادم. خب اینها باید اون غرور، اون سینه ستبر، اون بینی بالا، اون به اصطلاح افتخاری که ایرانیان در دنیا داشتن و به عنوان یک ملت متمدن و به حقیقت جهان اولی در دنیا راه می‌رفتن رو باید می‌شکوندن. ایرانی رو باید می‌فرستادنش تو جهان سوم، ایرانی رو باید می‌ذاشتنش در بغل کشورهایی که حالا به هر حال هیچ پیشینه تاریخی نداره، ایرانی باید فراموش می‌شد. به همین جهت باید تخریب چهره ایرانی ها شروع می شد. اولین کاری که شد داستان، من خاطرم هست موقعی که این قضیه سلمان رشدی و پلان سلمان رشدی اومد بیرون که ایرانی ها تروریستن، ایرانی ها فلان، اون ایرانی صاحب تمدن اولین جایی بود که به تیتل تروریست خورد، یعنی عوض شد، دقیقا
از اون صاحب تمدن ازش کندن و تروریست رو چسبوندن به پیشونیش. فیلم هایی مثل فیلم بدون دخترم هرگز، بتی محمودی، نمونهش خدمتون عرض بکنم، در همین آلمان تا سال 2006 هفته‌ای 5 بار این فیلم رو پخش میکردن. دوستانی که در آلمان بودن میتونن شهادت بدن. هر هفته یک کانال، یکی از کانال‌های معروف آلمان، ساعت 8:30، ساعت 8:30 گل ساعت تلویزیون‌های آلمانه که به تیپ تاپ ترین فیلم‌ها و اینها رو در اون زمان، چون اکثریت مردم در اون ساعت پای تلویزیون هستن، که دیگه اصلا یه جوری شده بود که میگفت نیشت اون من تاخت، یعنی همین بدون دخترم هرگز دیگه واقعا بالا میآوردی. اینقدر اینو تکرار میکردن که دیگه اصلا باورتون بشه وقتی که میومدیم در هر کجا که هر دفعه که این فیلمو پخش میکردم و هر جا میرفتیم طرف میگفت ایرانی هستی، برو، حالا تعبابش دست میداد، چون باید میگرفتن اون چیزی رو که شاه پهلوی درست کرده بود. تمام این نمایش هایی که داره میبینید در اون راستا اجرا میشه، خصوصا الان اگر به قد بکنی، زمانی که ایرانیان خردمندی که در امریکا هستن، در امریکا فقط یه عده به اصطلاح لس آنجلسی، آره منظور من به ایرانیان عزیز لس آنجلس نیست، در لس آنجلس هم یادمون نره که ضمن من با این واژه‌ام خیلی مشکل دارم، خیلی زحمت کشیدن ایرانیان لس آنجلس، حالا اگه یه عده نفوذی هم اونجا رفتن و اون واژه، این خالق این واژه توهین‌آمیز با بار توهین‌آمیز شدن بحث دیگری است. خب حالا من دارم در خصوص اونا صحبت میکنم، ولی خیلی ایرانی ها هستن که در، چون از اون اوائل رفتن اونجا و خیلی زحمت کشیدن. زمانی که در امریکا ایرانی ها پرژن پرود رو را انداختن، یعنی کارناوال ایرانی که بسیار مورد استقبال امریکایی ها بود، با پرچم های شیر و خورشید، پسر و دخترهای شیک ایرانی می اومدن، رقص های اقوام ایرانی رو اجرا میکردن و حقیقتا دو مرتبه یک کلاسی داده بودن به فرهنگ ایران. از همون سال دستجات عزاداری و زنجیرزنی هم در امریکا مجوز گرفت. یعنی در حقیقتا این جریانات که داری میبینید در تقابل با اون پرسیان پرودی که در ایرانی ها در امریکا را انداختن، یعنی هر کجا که ایرانی ها اومدن خودشون رو به عنوان صاحب تمدن و فرهنگ نشون بدن، با این وحشی بازی و با این عمل بازی ها دقیقا میان که اونا رو بشورن و ببرن. داستان این دستجات و تظاهرات که در خارج از کشور، در کانادا و امریکا اینا میبینید، دقیقا همینه، در راستای از بین بردن فرهنگ ایرانی و تیتل تروریست عرب افتاده، عرب زده، همه این چیزهایی که شما داری میبینی که ایرانی رو میبینن به عنوان آدم احمق، ببینن عکس اون چیزی رو که شاه پهلوی ساخته بود. این داستانی که شما داری میبینید به همین علت اجرا میشه، هیچ داستان علت دیگری هم نداره. و تاریخش هم اگه ببینید قبل از اون، خب میگه عزاداری های مثلا تو مساجد اینا بود، اجازه زنجیر زنی تو خیابونا نبود. موقعی که این پرسیان پرود رو ایرانی ها در اونجا راه انداختن و واقعا یک کلاسی دادن به ایران، به ایرانی ها، و وقتی پرسیان پرود می اومد و مردم در امریکا واقعا میرفتن استقبال میکردن و خیلی اعتبار داده بود به ایرانی ها، از همون سال دستجات زنجیر زنی و سینه زنی و این داستانا سریعا مجوز گرفت و جمهوری اسلامی هم شدید خرج کرد که بیاد اون جریان رو به شوره ببره، چون وظیفه جمهوری اسلامی پاک کردن نام اعتبار ایرانی به عنوان یک ملت صاحب تمدنه و هر کجا که ملت ایرانی ها بخوان این کار رو بکنن، اینها با اعوان انصارشون میان و ضدش رو میزنن. نمیدونم منظورم رو تونستم برسونم یا خیر. بسیار هم عالی بود، خیلی ممنونم از لطفت سهیل جان. اگر امری هست صحبت دیگه مونده بگو، وگرنه که دیگه بریم خداحافظی کنیم با شنوندگان عزیز. ممنونم از لطفت. عرض دیگه ای ندارم، سپاس از مهر یکایکتون. شب و روز بر همه دوستان خوش باد، خدا نگهدارتون. سپاس گذارم، خیلی ممنونم، لطف کردی سهیل جان، خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، به پایان این برنامه رسیدیم. باید ما رو در مورد کیفیت این برنامه ببخشید، چون سهیل عزیز توی قطار بود و این صدایی که به اصطلاح پس زمینه این برنامه شنیدید شاید اذیتتون کرده باشه. در هر صورت دیگه این امکانات ماست، شرمنده تک تک شما هستیم.
تا برنامه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. روز و شب و وقتتون خوش.